بنامه خداوند بزرگ و مهربان سلام و وقت همه شما هموطنان نهایت عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بخیر آرزو می کنم همه شما عزیزا سهتمند و سلامت باشین و این هفته را با سهتمندی کامل سپری کرده باشین باز هم در برنامه درمان با موضوعات کاملا جدید و متنوع در خدمت شما عزیزا قرار داریم ای که در برنامه امروز چه موضوعات را تقدیم شما عزیزا می کنیم با هم نگاه کوتاه داریم و زمانی که این مریضا به رف آجت می روند حتی اونا امو پندیدگی را می توسط انگشتان خود احساس بکنند افرادی که مسنتر هستند و حوصله ندارند که به کلب های ورزشی برند و ورزش بکنند و فعالیت فیزیکی بیشتر داشته باشند اینا اگر سنشان بالاتر از 60 سال است میتونند که با قدم زدن امراض قلبی را حتی تا, تا 42 درصد در نزد خود کاهش بدن شما عزیزان خوش آمدید میگم به ادامه برنامه درمان و بخش تازه های طبی و مثل همیشه باز هم دو خبر جالب داریم که طی تحقیقات علمی به دست آمده و ما هم تصمیم گرفتم تا نتیجه این تحقیقات را با شما عزیزا شریک بسازم که در زندگیتان خیلی مفید و موثر باقی شود خب همه ما شما میدانیم که ورزش کردن میتونه خیلی مفید باشه به صحتمندی و سلامتی ما و سبب افزایش طول عمر ما میشه ولی گهگاه شاید شما فرصت نداشته باشین تا به صورت بهتر ورزش بکنین و به تان فکر بکنین اما نباید فراموش بکنین که حتی قدم زدن روزانه ما هم میتونه خیلی مفید و موثر واقع شود و تحقیقی که صورت گرفته مشخصا در رابطه با قدم زدن یا پیاده روی کردن هست گفته شده کسایی که روزانه قدم میزنند و پیاده روی میکنند امراض قلبی در نزد از ای افراد خیلی کاهش پیدا میکنند و تحقیق مشخصی که صورت گرفته گفته شده که افرادی که بین 2300 قدم در روز اینا فعالیت فیزیکی می داشته باشند صحتمندتر نسبت به دیگران می باشند و از امراض قلبی کلا دور می باشند همچنان در نکته بعدی خبر هم گفته شده افراد که قدم می بیماری در نزد اینا کاهش پیدا می و مقامت وجودشان همچنان افزایش پیدا می افرادی افراد که مسنتر هستند و حوصله ندارند که به کلاب های ورزشی برند و ورزش بکنند و فعالیت فیزیکی بیشتر داشته باشند اینا اگر سنشان بالاتر از 60 سال است با قدم زدن امراض قلبی را حتی تا 42 درصد در نزد خود کاهش بتن یعنی میتونن خیلی سعتمندتر نسبت به دیگرها باشن و گفته شده کسایی که جوانتر هستن روزانه بین 7 تا 13 هزار قدم اگر بزنن امراض قلبی در نزدشان خیلی کاهش پیدا میکنن و اونا صحتمندتر نسبت به دیگران میباشن پس هیچ وقت نقش قدم زدن را در زندگی فراموش نکنیم که حتی گام های بسیار کوچک ما هم میتونه فواید بساز زیاد داشته باشه نگفته نمانه این تحقیق در مدت 7 سال و بالای 227 هزار نفر صورت گرفته بود که نتیجه 7 سال تحقیقشانی بوده که قدم زدن میتونه خیلی در قسمت کاهش آمار مرگومیر رول داشته باشه خب امیدوار هستم که پس از این همه ما شما کوشش بکنیم به ورزش اهمیت بتیم ارزش بتیم و به خاطر صحتمندی خود هم تلاش بکنیم خبر بعدی ما هم در رابطه با مصرف مواد مخدر است خب متاسفانه در جامعه که ما زندگی می کنیم هم افراد خوب هستند و هم افراد هستند که آنقدر در محیط ناسالم بزرگ شدن که میتونن دیگران را هم تخریب بکنن و به دیگرها آسیب برسانند ولی تحقیقی که صورت گرفته در مورد نشانه های اعتیاد نوجوانان است خب شاید والدین عزیز بیشتر متوجه فرزندانشان باشند که اونها همیشه دوستای سالم بر خودشان اختیار بکنن دوستای سالم داشته باشن و در کنارش هم در محیط های سالم همیشه گشت و گذار داشته باشند ولی ناگفتن نمانه که بعض والدین میخواین که فرزندانشان خیلی تحت کنترل داشته باشند که آیا اینا اعتیاد به مواد مخدر پیدا کردن یا نکردن چون که بعض وقتها ممکن است که تغییرات را در رفتار نوجوانانشان مشاهده بکنن با اونا مشکوک میشن که چطور ما بفهمیم اینا مصاب به یا به نحو اعتیاد به مواد مخدر پیدا کردن یا نکردن گفته شده بعضی نشانه ها خیلی میتونه والدین عزیز را کمک بکنه که اینا اعتیاد به مواد مخدر پیدا کردن و از مواد مخدر مصرف میکنن یا خیر نشانه اولیشی است که اینا خیلی کنارگیر میشن افسرده میشن احساس دلتنگی معمولا می داشته باشن و کوشش میکنن بیشتر اوقات در خانه در یک جای مشخص و تنها باشن در کنار زی موضوع هم معمولا رنگ چشمای زینا به رنگ سرخ تبدیل میشه و بعضا عادتایشان تغییر میکنن همچنان گفته شده افرادی که از مواد مخدر استفاده میکنن و تازه به مواد مخدر رو میارن حتی سبک غذا خوردنشان تغییر میکنه غذاهایی که قبلا دوست داشتن ممکن حالا دوست نداشته باشن یا هم غذاهایی که قبلا دوست نداشتن ممکن است که حال دوست داشته باشن و علاقمند شده باشن تمام این تغییرات در کل سبب میشه که یک زگنال خطر یا یک نشانه خطر باشه بر نوجوانانی که اینا اعتیاد به مواد مخدر پیدا کردن پس والدین عزیز حتما کوشش بکنید که نوجوانانتان تحت مراقبت خودتان داشته باشین و بهتر است که در یک محیط سالم بزرگ شوند و دوستان سالم و یک محیط سالم را به خودشان اختیار بکنند آرزو دارم دو خبر ما به شما عزیزا جالب تمام شده باشه و ما همیشه تلاش میکنیم که تازه ترین خبرها را به شما عزیزا در نظر بگیریم تا بتوانید که سبک زندگی سالم داشته باشین و عمرتان هم فراموش نکنین که در بخش بعدی هم صحبت های بیشتر خواد داشتیم با دکتر صاحب عزیزه که با ما خواد بودن ولی در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه میگیره امروید یا بواسیر به حالت گفته میشه که وریدهایی که در کانال مقدی وجود دارند اینها متوسی میشن متورم میشن و پوندیدگی پیدا میکنند و مریضا از موجودیت درد، سوزش و همچنان آمدن خون ناراحت می باشند و اینها نزد دکتر مراجعه می کنند یا بواسیر یکی از مشکلات است که یک تعداد از افراد متاسفانه رنج میبرند و به حالت گفته میشه که رگهای وریدی در قسمت کانال مقعدی تورم یا پوندیدگی پیدا میکنن و مشکلات جدی را به افراد میتونن ایجاد بکنن که در بعض حالات حتی فرد از انجام فعالیت های روزمره خود کنار می و نمیتونه که فعالیت های روزمره را به صورت درست انجام بده. حالا می که علت و عواملی که در قسمت ایجاد بواسیر رول داره کدام ها هستن و ما چطور میتونیم پیشگیری بکنیم. تمام این موارد را صحبت می با دکتر صیب محترم الیاس مشعل متخصص امراض یورولوژی که در استیو با ما هستن. دکتر صاحب سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمده سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز تلویزیون آریانا. بسیار تشکر دکتر شب در جامعه که ما زندگی میکنیم تعداد از افراد متاسفانه از هیموروید یا بواسی رنج میبرند و گهگاه هم مشکلشان آنقدر پیشرفت میکنه که اونا مجبور میشن از دکتر سایبا مراجعه بکنن ولی در صورتی که مشکلشان کم میباشه به خاطر احساس شرم یا ناراحتی که می داشته باشن مراجعه نمیکن از دکتر سایبا از شما در ابتدا مشتریم که هیموروید چگونه یک حالت است هیمروئید یا بواسیر به حالت گفته میشه که وریدهایی که در کانال مقعدی وجود دارند اینها متوسی میشن متورم میشن و پوندیدگی پیدا کنند. و مریضا از موجودیت درد سوزش و همچنان آمدن خون ناراحت باشند و اینها نزد دکتر مراجعه میکنند بواسیر یا هیمروئید میتونه اشکال مختلف داشته باشه. یک نوع از بواسیر به نام بواسیر داخلی یاد میشه یا انترنل هیمورویت ما برش که امی وریدهای متوسی و متورم در قسمت داخل کانال مقدی وجود می داشته باشند که امدترین شکایتی که ها باز میکنن عبارت از آمدن خون در وقت فیل تغوت است و دوم عبارت از هیموروید یا بواسیر خارجی هست یعنی پوندیدگی و تورم وریدی در قسمت جلد کانال مقدی به وجود میاد و زمانی که این ها به رفع آجت روند حتی اونا امو پوندیدگی را میتونند توسط انگشتان خود احساس بکنند و نوع دیگری از هیموروید و یا بواسیر عبارت از شکل ترومبوتیک است یعنی به این معنا که خونی که در قسمت وریدها ها تجمع میکنه میشه سبب به وجود آمدن هیموروید شده دقیقا دکتر شاید پس هیموروید یا بواسیر هم انواع مختلف داره و مطمئنا که عوامل مختلف هم در قسمت ایجاد هر کدامش رول داشته باشه حالا دکتر شاید بر ما بگوین که کیها بیشتر در خطر قرار گرفتن بواسیر هستن کسانی که سینین از اینها بالاتر از 20 سال می باشه بیشتر معروض به هیمروید یا بواسیر شود. افزایش سن سبب افزایش تعداد واقعات هیمروید یا بواسیر در نزد اشخاص میشه هیموروید و بواسیر میتونه در نزد خانم ها و همچنان در نزد آقایان با وجود بیاید عوامل مختلف میتونه در قسمت ایجاد و تجدید هیمروید سهم داشته باشه افزایش سن و حمل متکرر یا دوره حاملگی در نزد خانم ها کسانی که فعالیت کمتر دارند و وظایف نشسته بیشتر دارند خصوصا کسانی که درایوری می و یا موتر می دوانن. و همچنان می تواند عوامل ژنتیکی در قسمت ایجاد مرض رول داشته باشد کسانی که از متکرر و سپری میکنن در نزد از اینها هم می به وجود بیاید و کسانی که قبضیت دوامدار داره هم در نزد از اینا هیمورویت میتونه تحسیس کنه دقیقا دکتر شب پس افراد را که شما نام گرفتین اینا بیشتر در خطر قرار گرفتن به قرار دارن که امیدوار با در نظر داشت راهای حل اونا بتانن که به نحو پیشگیری بکنن و دچار با وسیل نشن دکتر صاحب بعضا گفته میشه که رژیم غذایی و غذاهایی که معمولا مردم استفاده میکنن و سبک غذایی که دارن میتونه رول داشته باشه در قسمت به وجود آوردن بواسیر میشه بگوین که کدام غذاها سبب بواسیر میتونه شود در مملکت ما متاسفانه سکل غذایی و رژیم غذایی منظم نیست و اکثرا ما از غذاهای استفاده میکنیم که اینها سبب به وجود آمدن قبضیت های دوامدار می استفاده زیاد از نان خشک استفاده از لوبیا نخود و غذاهای پروتینی و همچنان کمتر استفاده کردن از غذاهایی که سبزیجات هستند مثل بامیه فاصلیه و مثال هم میتونه زمینه به وجود آمدن بواسی را در نظرش خاص بیشتر بکنه بنابراین توسعه ما بر مریضدارای عزیز ای است که اینها باید در سکل غذایی در رژیم غذایی خود باید غذاهایی که حاوی فایبر بیشتر هستند اونها را گنجایش بدن دقیقا دکتر صاحب یک تعداد از دواها در بازار بیشتر به صورت تجارتی اعلان میشه و مردم هم بیشتر تشویق میکنن که از او دواها استفاده بکنن که درمان قطعی بواسین است و بیشتر مردم هم باور دارن به این دواها و این تبلیغاتی که صورت میگیره اونا مراجعه میکنن و دوا خریدانی خریداری می میکنن فکر میکنین که این دواها به صورت تجارتی در بازار فروخته میشه به مردم عرضه میشه یا ای که واقعا جنبه درمانی هم داره به شما بهتر معلوم است که بازار دوایی افغانستان به صورت درست کنترل نمیشه یک تعداد دواها و اقلام دوایی به شکل قاچاق داخل افغانستان میشن که حتی تجویز ازی بر مریضا مجاز نیست و اینها متاسفانه استفاده میشن که هیچ نوع علاوه ای که فایده به خاطر درمان به از اینا نداره در طویل المدت میتونه مشکل از اینا را تجدید بکنه یک تعداد از این دواها و کپسول ها مواد نارکوتیک یا مشتقات تریاک هستند که اینها میتونه درد در نزد از مریضا کاهش بتن اما سیر مرض افزایش بده. بنان زمانی که دکتر متخصص بر از اینا دوا تجویز میکنه باید مریضا دوای خودم مطابق امو تقسیم اوقات داده شده باید عغز بکنند و یک چیز دوستا متوجه باشند که با در اکثریت واقعات باید راه حل جراحی داره یعنی امو مشکلی که به وجود آمده او برداشته شوه بنان دواهایی که اکثرا دکتر صاحبا تجویز میکنن اونها به خاطر رفع عرض است یعنی اگر سوزش داره سوزش برطرف کنه اگر مریض قبضیت داره قبضیت برطرف کنه اگر اسهالات دوامدار داره اسهالات تداوی بکنه و اگر هم ملتهب و میکروبی می شده باشه انتیبایتیک تجویز می کنند که میکروب برطرف کنند اما اصل بواسی را برطرف کرده نمی تونند دقیقا یعنی تداوی قطعی شمو پروسیجر های جراحی است که بیشتر به مریض ها می میشن بله. حالا می که چه شیوه های در افغانستان قابل دسترس است و توسط کدام طریقه های یک مریض میتونه مورد عملیات قرار بگیره و کدامش بهترین است که مریض راحت باشه با دکتر صاحب بیشتر صحبت خواهد کردیم ولی در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه میگیره هر کسی که بواسیر عملیات میشه به این معنا نیست که دا عمر دایم العمر از بواسیر خلاص شدن یعنی بواسیر از اینو از بین رفتن و ادامه برنامه درمان باز هم شما از ایزار خوش آمدید میگم و تا این برنامه هم صحبت های داشتیم با دکتر سیب محترم الیاس مشعل متخصص یورولوژی در رابطه با بواسید یا هیموروید که چه هست چه عوامل سبب ایجادش میشن. و فعلا هم دکتر شب در مورد راه های تداوی بواسیر بر ما بگوین قسمی که پیشتر هم یادآوری کردین که یگانه راهش و بهترین راهش میتونه جراحی باشه آیا بعض عملیات های دیگه که فعلا مروج شده که بیشتر مردم میگن عملیات لیزری هست این هم در افغانستان قابل دسترس هست و میتونه مفید باشه یا خیر مریضداران عزیز یک موضوع را به یاد داشته باشند که آمدن خون در مواد غایطه در در ناحیه مقدی سوزش در ناحیه مقدی به معنای بواسیر نیست یعنی بواسیر دارای یک تعداد اعراض و علایم مشترک با دیگر امراض ناحیه مقدی است که ای باید توسط متخصص مربوطه باید تشخیص و تشخیص تفریقی شود و در قسمت تداوی یک تعداد از انواع بواسیر میشد با تجویز ادویه برطرف شود یعنی ضرورت به هیچ نوع مداخله عمل جراحی نمی باشد و این تصمیم متخصص مربوطه میگیرد. اما در صورت که معلوم گردید که بواسیر باید عملیات شود نوع عملیات و, زمان عملیات باید متخصص تعیین بکنه نه مریض به خاطر ازی که یک تعداد از عملیات های جراحی هستند که در نزد натиҷаи хубтар метан که برات از عملیات های کلاسیک هستند و همچنین یک تعداد عملیات هایی که امروز در نزد مریضا سوال برانگیز است عملیات های لیزری هستند ما عموما به عملیات های لپارسکوپی یا عملیات هایی که با استفاده از یک کامره و یک شوای مخصوص ها اجرا میشه ما بر او اطلاق میکنیم بحب. اما میشه که آل الحمدلله بسیار عملیات های خوب در افغانستان در قسمت بواسیر اجرا میشه که دوستان میشه از او مستفید شوند بسیار خوب دکتر صاحب یک مریض که مسا... و بواسیر بوده تحت عمل جراحی قرار میگیره و بواسیرش هم برداشته میشه شود امکانات از این وجود داره که پس از عملیات جراحی باز هم دچار بواسیر شود دقیقا بواسیر میتونه در نزد مریضا متکررن به وجود بیاید یعنی ما در عملی جراحی عموما امو ورید را می که متوسع و متورم هستن یعنی وجود دارند اگر مریض اعراض قبلی که عبارت از قبضیت و اسهالات دوامدار و حمل های متکرر و امثال هم است اگر در نزد اینا کنترل و منیجمنت نشه میشه که در نزد از اینا بواسیر باز هم به با وجود بیاید. و یک چ... و یک موضوع دیگر دوستا به یاد داشته باشند که هر کسی که بواسیر عملیات میشه به این معنا نیست که دایل... دا... دایم العمر از بواسیر خلاص شدن یعنی بواسیر از اینا از بین رفته در صورتی که به احتیاطی بکنن و غذای مناسب اخذ نکنن و موضوعاتی را که قبلا ما و شما اشاره کردیم اونا را مراعت و رعایت نکنن میشه که با وسیله دوباره در ازشان تحصیل دقیقا دکتر صاحب مریضی که تحت عمل جراحی قرار میگیره و از شفخانه هم مرخص میشه چه توصیه برش می داشته باشین؟ چه غذاهایی را در مراحل اول باید استفاده بکنن؟ توصیه ما برای زی مریضا است که در مرحله اول و نخست باید حفظ السحه مراعت بکنن اینها از استفاده یک تعداد از توش پیپرها و کاغذهای های تشناب به اصطلاح عام که اینا خود منبع انتان هستن جلوگیری بکنن بر شما معلوم است که کاغذ هایی که ما استفاده می کنیم استاندارد نیستن حتی یک تعداد از اینها در خود مواد برنده مثل شیشه و فلزات دارن اگر اینها استفاده بکنن امکان داره مشکل از اینا را تشدید بکنه. و موضوع دوم ای است که اینها باید غذاهای استفاده بکنن که سریع العزم باشد یعنی مثل سوپ مثل فرنی مثل یخنی مثل چیزایی که باید در نزد سبب ایجاد قبضیت نشه و موضوع سیوم دوایی که بر از اینا تجویز میشه باید دوای خود به شکل منظم اخذ بکنن و مسئله چهارم در نزد باید در وزت های مختلف دکتر و یا جرای مربوطی خود وزت بکنند تا جرا ناحیه را از نزدیک تحت مراقبت و بررسی داشته باشه تا در آینده خدای نخواسته که سبب به وجود آمدن یک تعداد امراض دیگر, دیگر مقدی نشه بر شما معلوم است که عملیات های بواسیر یک عملیات های منتن است ساحه صاحی او قلاده منتن است است که انتانات زیاد وجود دارد اگر مراقبت نشه میتونه سبب فیستول های مقدی شود سبب فیشر های مقدی یا شاریدگی شاری های مقدی شود و حتی میتونه در طویل المدت برای اینا مشکل ساز باشه دقیقا دکتر شب در جامعه که ما زندگی میکنیم نسبت به صحبت ها و توصیه‌های پرسنل مردم متاسفانه بیشتر باورمند به حرفهای بزرگا هستند یا هم حرفهای سنتی که از گذشته ها تا امروز ادامه داشته چقدر عمل کردن به حرفای دیگرها و عمل کردن به توصیه هایی که از طرف مردم عام ما میشنویم به خصوص در قسمت امراض و بواسیر که شما یادآوری کردین چقدر میتونه این مشکلات را زیاد بسازه به فرد که تازه عملیات شده و تحت درمان قرار گرفته الحمدلله ما امروز در اصل اثر تکنولوژی و ارتباطات،, ارتباطات قرار داریم تمام معلومات و اندوخته ها در موبایل های ما شما جمع است و از طریق میدیا و تلویزیون ها اطلاع رسانی میشه و این تعداد واقعات الحمدلله که از یک شخص که مسلکی نیست از یک شخص که به اصطلاح آن پیر دین است و در منطقه اما گپش میچله آل مردم آگاهی بیشتر پیدا کردن اما متاسفانه در قرا و قصبات امی موضوع رواج است حتی مریضان نزد ما مراجعه کردند که اونا از یک تعداد از تعویض استفاده کردند در ساحه استفاده کردن که گویا ای را می و, و, و همچنان دم و دوا و چف و ای گپا اما الحمدلله آل مردم آگاهیشان ست آگاهیشان بالا رفتن و ای در تبابت آنقدر جا ندارد و بهتر است که از این موضوع جلوگیری شود بسیار خوب دکتر صاحب یک دنیا تشکر می از حضور شما در برنامه درمان و توصیه های خوبتان که در رابطه به هموروئید یا بواسیر با ما و هم عزیز ما شریک کردن سپاس از شما اوقات خوب و خوش داشته باشید از شما هم قلبا سپاس که تای لحظه در کنار ما هستین اینکه هفته آینده در برنامه درمان روی چه موضوع صحبت خواد کردیم با هم نگاه کوتا داریم اول مختلف میتونه که رول داشته باشد تا ما دردهای کمر را تجربه بکنیم ولی با اجرای حرکات ورزشی خیلی راحت میتونیم که دردهای کمر خود را حتی در خانه درمان بکنیم و یا هم پیشگیری بکنیم که به مدت 3 ثانیه کسایی که اول در ابتدا آغاز میکنن انجام بدن در خود آرنجا را به شکل روی زمین میمانیم و پاها را زانوها زمین برمیداریم و فرد احساس گرسنگی نکنه تمایل با غذا کم شود پس تمام میوجات و به خصوص خربوزه هم همین چیرا داره خاصیت داره که خاصیت لاغر کننده داره افرادی که استفاده میکنن و از میوجات هم ترکاری باب بهتر است چون ترکاری باب کربوهیدرات کاملا کم است و در کاهش وزن بیشتر کمک میکنه نسبت به میوجات از همراهی همه شما بیننده های عزیز ما یک دنیا تشکر میکنم که برنامه این هفته درمان را به خاطر دیدن انتخاب کردین. آرزو می کنم از محتویات و داشته های ما لذت برده باشین. فراموش نکنین که چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا را سبسکرایب بکنین و با دوستایتان شریک بسازین. تا هفته آینده خدا و نگهدار همه شما عزیزان.